صحبتهایی رو که تو این سالها میکردیم اینجا چیز علمیش واقعا مشخص شد و تأثیر شعوری روی مکان، روی همه چیز دیگه تقریبا ثابت شده است. الان همه ذرات عالم هستی تأثیرپذیر شعور هستند، هم اثر شعوری میگذارن هم تأثیر شعوری میگیرن و این خودش راه جدید و نوینی رو برای انسان باز میکنه که خب حالا ما حواسمون رو بیشتر جمع کنیم. هر دیوار گوش داره، هر دیوار موش داره، موش هم موش داره. در ذره، هر ذره تأثیر شعوری میگیره و خلاصه ببینید با آب اونو تحت تأثیر مثلا فرض کن زمینی که دارن صحبت میکنن، مثلا ممکنه که نفرین میکنن یا دعا میکنن و عکس برداری کریستالی از آب و غیره و اینها به اصطلاح حالا دیگه با ابزار و تجهیزاتی که خب خیلی باید دقیق باشه و بزرگ نمایی اونچنان و اینها داشته باشه اینو عکس میندازن و بعد متوجه شدن که مثلا وقتی که با یه لیوان آب ما داریم مثلا فرض کنید دعا میکنیم، تأثیری که روی این داره با اونی که نفرین میکنیم تفاوت میکنه. حتی رو موسیقی ها آزمایش کردن، حتی رو کلام های مختلف و این در واقع چیز مرتبی بود. این در واقع تأثیر پذیری شعوری همه عناصر رو در واقع تقریبا ثابت کرده. منتها اون لیوان آب کلام ما رو نمیفهمه، یعنی اون نمیدونه که من الان چی میخوام بگم، مثلا دعا میخوام بکنم یا نفرین. تششع منو، تششع شعوری منو میفهمه و این یا اون موسیقی بار شعوری که سوارش شده اونو میفهمه. نوازنده چه بار شعوری رو روی این سوار کرده اونو متوجه میشه، وگرنه نه اینکه آب بفهمه من چی میخوام بگم و به چه زبانی، به زبان فارسی میگم یا به زبان انگلیسی یا غیره، اون نمیدونه. اون تششع منو در واقع تششع شعوری رو در خود ثبت و ضبط میکنه که الان دیگه تونستن عکس برداری بکنن و این یه راه نوینی رو پیش روی انسان میگذاره و در واقع این مسئله نشون میده که هستی برای خودش حساب کتاب دقیق و خاصی داره. اگه خاطرتون باشه راجع به سفره و اینها صحبت کردیم و گفتیم که اونجا اینه که جمع نظیر این کارا رو مثلا در کلیسا هم هست، در جاهای دیگه هم هست و میان و روی این چیز سفره دعا میکنند و بعد خلاصه به اصطلاح به مصرف میرسونند و این جنبه تبرک رو که ما داریم همه در واقع همه جا هست و توضیح دادیم که سر این سفره جز دعا هیچی نباید باشه، جز اونم دعا مشخصه ها. دعا باید بدونیم که بحث خود دعا هم خود صحبت کردیم، این شارژ شعوری مثبت میشه. شارژ شعوری مثبت رو ترم دیگر روش کار داریم و اگر سر این سفره کوچکترین تششع منفی هم ایجاد بشه روی این ثبت و ضبط میشه. خب معمولا اکثرا ممکنه سر این سفره ها واقعا همه در چیز دعا و اینا در اون مود نباشن، این به اون نگاه تنگ نظرانه بکنه، اون نگاه چپ این بکنه، این جی بکنه، بعد هر کی از این غذا یا چیزا تناول بکنه نه تنها بهبودی پیدا نمیکنه بلکه به هم ریختگی هم پیدا میکنه. خب این مسئله است. بله اگر که اون اصولی که میگیم رعایت بشه، بله این کارساز و یه تششع مثبت هست و اینا.